با نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبر این ساعت را پی میگیریم، اما در آغاز سرخط خبرها. خشم نمایندگان مجلس بر مسئولان کمیسیون انتخابات. اعضای این مجلس معاون کمیسیون انتخابات را از تالار مجلس بیرون کشیدند. تأکید بر همکاری میان نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو. رئیس اجرایی حکومت در دیدار با فرمانده عمومی ناتو در کشور کاهان ایجاد هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان خارجی شده است. و درگیری پلیس رژیم اسرائیل با معترضان فلسطینی. امروز چهارشنبه 14 عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می‌شود با 5 نوامبر سال 2014 میلادی. مشروع خبرهای این ساعت با من محمد سجاد یسا. مجلس نمایندگان معاون کمیسیون انتخابات را به دلیل عدم حضور رئیس این کمیسیون در مجلس از تالار اخراج کرد. شماری از اعضای این مجلس می‌گویند که هرچند آنان بارها از کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست کردند که در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پاسخ بگویند، اما آنان به دلایل مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. باری نخست نیست که مجلس نمایندگان از کمیسیون انتخابات میخواهند تا در تالار به پرسش نمایندگان پاسخ بگویند، اما در سومین دور درخواست نمایندگان کمیسیون انتخابات معاون این کمیسیون را به مجلس به منظور پاسخ به پرسش نمایندگان فرستاد. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچند به درخواست مجلس سنا لبیک نگفته بود، اما روز چهارشنبه نیز به مجلس نمایندگان حاضر نشدند. عدم حضور رؤسای کمیسیون انتخاباتی نمایندگان مردم را خشمگین ساخت و نمایندگان به همین دلیل معاون کمیسیون انتخابات را از تالار اخراج کردند. مهربانید مجلس رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی ساده صاحب در امریکا است در یک سفر رسمی و نورستانی صاحب خوب است که خود اوتکی صاحب اینجا ششته بگویا که او چرا نامده اوتکی صاحب روان کرده. در نشست کمیسیون شکایت انتخاباتی ستیق صاحب که یک وقت نمی تالار وکیل بوده و اونا میشیش و همیشه انتخابات میکردن و امروز باید خودش میامد مچیم که نامده، مکتوب برشان روان شده و نامده. بسیار خوب. خیلی بناهن میمانای خود ما و شما رخصت میکنیم عدم اعتنائیشان در برابر اراده ملت و خانه ملت هست، پس به این اساس از میمانای خود ما خواهش میکنیم که لطفا جلسه را ترک کنم. ما اینا را سب رخصت میکنیم، ما بعدن باز ما و شما تصمیم بگیریم که چی باید بکنیم با این بی‌اعتنایی که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات در برابر خانه ملت صورت گرفته. انتخابات افغانستان دراسترین و ناکامترین انتخابات در سطح جهان گفته شده است. تقلبات گسترده در انتخابات پیشرو و دستکاری برخی از حلقات حکومتی در این فرایند سبب شد تا در نتیجه توافق دو نامزد ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی به میان بیاید. نمایندگان مردم در همین حال مقامات کمیسیون انتخاباتی را به خیانت در برابر رأی مردم متهم میکنند و میگویند که مسئولان کمیسیون انتخاباتی باید محاکمه شوند. به دنبال اخراج معاون کمیسیون انتخابات است تالار، مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند تا مقامات کمیسیون انتخاباتی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. کاری را که ما کنده میتونیم ایست که اولسی جرگ امروز فیصله کند، تصمیم بگره به خاطر اجراعات غیر قانونی که در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفته. اینا به خاطر تطبیق جنبه های جزاییش، تخلفاتی که صورت گرفته، تخطیهایی که صورت گرفته، دستکاریهایی که صورت گرفته، اینا به از طرف ولسی جرگ امروز به لوی سارانوالی معرفی شوند تا جنبه های جرمی قضیه انتخابات مورد ارزیابی قرار بگیرد. متعلقین پروسه انتخابات شورای ولایتی هر چه زودتر به ارگان های عدلی معرفی شود.
اعتراضات، انتقادات، اسناد بسیار موجه مستدل دست وکیلای شورای ولایتی همه روزا ما در تلویزیون میبینیم و یکی گوش شنوای نیست، هیچ کس پرسان نمیکنه. هرچند گفته میشود که به اساس قانون نمایندگان مردم حق ندارند در سال پنجم کاری در قانون انتخابات تغییرات بیاورند، اما شماری از نمایندگان ادعا دارند که آنان در سال چهارم تقنینی قرار دارند و میتوانند به قانون انتخابات تغییر بیاورند. از سوی هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواستار تغییر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات شدند، قانونی که وکیلان می توانند در آن تغییرات بیاورند. می خواستم بگویم تصمیم بگیره به خاطر تعدیل از قانون ماده، در غیر از این صورت با امید سارنولی ششتن افغانستان در آینده که انتخابات دیگه هم پیش رو داریم به درد سر و به رسوایی کشیدن است. جدن پارلمان تصمیم بگیره به خاطر تعدیل از این ماده که در کمیسیون انتخابات باید تغییرات بیاید. این در حالی است که با اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی اعتراض در پیوند با تقلبات در کمیسیون انتخاباتی بالا گرفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت بر هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی کشور و نیروهای ناتو تاکید کرده است. در دیداری که امروز جنرال جان کمپبل فرمانده عمومی نیروهای ناتو با رئیس اجرای حکومت داشت، روی ایجاد هماهنگی و همکاری میان نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان صحبت شده است. در این دیدار فرمانده عمومی ناتو در کشور در مورد وضعیت امنیتی افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت معلومات داده است. اعضای مجلس نمایندگان بار دیگر از ناامنی ها در برخی از مناطق کشور نگرانی می کنند. به باور نمایندگان مردم، سرپرستی وزارتخانه ها سبب دلسردی کارمندان در اداره های دولتی شده است و به همین سبب همه روزه به دامنه ناامنی ها در کشور افزایش داده می شود. از سوی هم شماری از نمایندگان ارگانهای امنیتی را به کم توجهی برای تامین امنیت مردم متهم می کنند. باز هم حضرت محمدی گزارش دارد. نبود امنیت در برخی از مناطق از نگرانی‌های همه‌روزه اعضای مجلس نمایندگان. با توجه به گسترش دامنه ناامنی‌ها در شماری از مناطق کشور، همه‌روزه نمایندگان مردم از نبود راهکار مشخص دولت برای مهار حملات مخالفان انتقاد می‌کنند و انتقاد از نهادهای دولتی به منظور کم توجهی در امر مهار حملات مخالفان به مسائل روزمره در میان نمایندگان مبدل شده است. در ادامه نگرانی‌های اعضای مجلس از نبود امنیت در بسیاری از مناطق کشور، امروز نیز اعضای مجلس نهادهای امنیتی را به کم توجهی در امر تامین امنیت مردم متهم میکنند. با گفته اعضای مجلس نمایندگان، در حالی که نیروهای امنیتی با سلاح‌های سنگین در حدی که بتوانند حملات مخالفان را مهار کنند مجهزند، اما هنوز هم اراده برای پاکسازی گروه طالبان از مناطق مختلف کشور وجود ندارد. تاسو بهتر معلومه ده لکه څنګه چې د افغانستان په ساته وضعیت امنیتي خرابه ده، همداسې د لوګر ولایت امنیت هم ډېر خرابه ده، چې باید خاصه توجه وسي او د موږ مسؤلین په نورو کارو باندې اخته دي. دیگه امنیت کجا مونده وقتی که دیوار ولسوالی در امن نباشد؟ خانه های مردم کجا در امن است؟ مردم افغانستان در کجا در آرامش است؟ امنیه حالی اگر ما محاسبه بکنیم، سایه امنیتی در 366 ولسوالی ما شبها به صفر میرسن. این نمایندگان در امین حال خواستاریان شدند تا مقامای امنیتی را بعد جلسه عمومی جهت پاسخ به پرسش نمایندگان فرا بخوانند و در مورد ناامنی ها وضاحت بخواهند. نیست، قندوز نیست، فاریاب نیست، هلمند نیست، قندهار نیست، کنر نیست، بلکه در سطح افغانستان یک چالش است که حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما را تهدید میکنه. پیشنهاد شماست که ارگانهای امنیتی دعوت شوه، ما این را شامل اجندا میسازیم، در یکی از جلسات مسئولین امنیتی را میخواهیم. قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن در نخستین روزهای حکومت جدید به امضا رسید. با اساس این قرارداد نیروهای آمریکایی میتوانند در چارچوب قوای امنیتی کشور در راستای مهار حملات مخالفان دست به فعالیت بزنند. در حالی که امضای این قرارداد با دولت آمریکا تضمین کننده صلح و ثبات دائمی در کشور خوانده میشد، اما با امضای این قرارداد دامنه ناامنی در کشور گسترش یافته و نگرانی های مردم را دوچندان کرده است. با این همه برخی از اعضای مجلس بار دیگر آمریکا را متهم کردند که در پیکار با هراس افغانی صادق نیست و مواد موافقت نامه را نقض کرده است. راکت های پاکستان به شکل بی‌شرمانه و خائنانه بالای کنر به صورت لاینقطی جریان دارد.
قوی و قابل تقبیح هست، چنان معلوم می شود که توافقنامه خود امریکا صداقت نشان نمیده، فقط توافقنامه کاغذ است و بس. این در حالی است که رئیس جمهور کشور سفرهایی را با منظور تامین صلح در کشور روی دست گرفته است و گفته می شود که باینده‌ای نچندان دور به پاکستان سفر می کند. سفرهایی که به باور برخی از آگاهان بی نتیجه بوده است. نمایندگان مردم در همین حال از رئیس جمهور کشور می خواهند در آوردن صلح به کشور راهکار خوبی را روی دست گیرد و از سیاست های رئیس جمهور پیشین نیز خودداری کند. ریاست عمومی امنیت ملی کشور از ایجاد مرکز تحقیق و اختراع افغانستان خبر می‌دهد. سخنگوی ریاست امنیت می‌گوید که هدف از تأسیس این مرکز علمی تشویق و رشد استعداد جوانان مخترع کشور است. سخنگوی امنیت کشور از همه جوانان کشور که در زمینه‌های مختلف استعداد دارند خواست به مرکز تحقیق و اختراع افغانستان نام‌نویسی کنند. وثیق الله عظیمی گزارش دارد. در میان جوانان افغانستان استعدادهای مخترعی نیز وجود دارد. ریاست عمومی امنیت ملی کشور از استعدادهای جوانان کشور حمایت میکند. ریاست عمومی امنیت ملی کشور از ایجاد مرکز تحقیق و اختراع افغانستان خبر میدهد. سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که هدف از تأسیس این مرکز علمی تشویق و رشد استعداد جوانان مخترعی کشور است. ریاست عمومی امنیت ملی با هماهنگی با سایر نهادهای دولتی یک مرکز را تحت نام مرکز تحقیق و اختراع افغانستان ایجاد نمود. هدف این مرکز انسجام استعدادهای فوق‌العاده افغانستان در داخل افغانستان می باشد تا در راستای تحقیقات علمی و اختراعاتشان در عرصه‌های مختلف تکنیکی با آنها کمک و همکاری. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی کشور ایجاد مرکز تحقیقی و مخترعان کشور را فراتر از دستاوردهای جنگی می‌داند و می‌گوید که افغانستان از دهه انتقالی عبور کرده و به دهه تحول رسیده است. از سوی هم سخنگوی امنیت ملی کشور از همه جوانان کشور که در زمینه‌های مختلف استعداد دارند خواست که به مرکز تحقیق و اختراع افغانستان نام‌نویسی کنند. هموطنان عزیز ما میتونن اکنون طرح‌های اختراعات خیش را که در رشته‌های مختلف تکنیکی باشد از طریق شماره 1919، از طریق صفحه فیسبوک ریاست عمومی امنیت ملی و ایمیل آدرس ها با ما شریک نمایند. البته فرمی را که ما در نظر داریم اونا را باید خانه پوری شود. این در حال است که سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که ایجاد مرکز تحقیق و اختراع افغانستان جدا از برنامه های نظامی است. پلیس رژیم اسرائیل امروز با تظاهر کنندگان فلسطینی در اطراف مسجد الاقصی درگیر شده است. ده ها معترض که صورت خود را پوشانده بودند به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند که این نیروها وارد محوطه اطراف مسجد شده و آنها را به عقب راندند. این محوطه مورد احترام مسلمانان و یهودیان است. خبرگزاری فرانسه می گوید که این درگیری ها بلافاصله به خیابان ها و کوچه های اطراف بخش قدیمی شهر کشیده شده است. گزارش شده که در نزدیکی دروازه اثبات، یکی از دروازه های ورودی به بیت المقدس شرقی، پلیس به سوی تظاهر کنندگان معترض فلسطینی گاز اشکاور شلیک کرده است. تنش در بیت المقدس طی هفته های اخیر به شدت افزایش یافته و درگیری های از این دست بارها میان معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل روی داده است. فلسطینی ها با گسترش شهرک های یهودی نشین در این منطقه و افزایش ساخت و سازها در بیت المقدس شرقی معترض هستند. فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی هستند. حزب جمهوری خواه امریکا با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای این کشور توانسته است کنترل مجلس سنا این کشور را در دست بگیرد. برای اولین بار از سال 2006 به این سو جمهوری خواهان کنترل مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا را در دست گرفتند. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا رهبران دو حزب در کنگره را روز جمعه به کاخ سفید دعوت کرده است تا درباره شرایط سیاسی گفتگو کنند. میچ مکدانل سناتور جمهوری خواه به جای هری رید دموکرات از این پس رهبری سنا را به عهده خواهد داشت.
آقای مکدانل توانسته است رقیب دموکرات خود را شکست دهد و پس از اعلام پیروزیش گفته است که مردم دیگر به این دولت اعتماد ندارند. این دوره از انتخابات گرانترین انتخابات میان دوره‌ای در تاریخ آمریکا بود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به ارتش دستور داده است که قوای تازه نفس را به شهرهای مهم در جنوب و شرق کشور اعزام کند تا برای مقابله با تهاجم احتمالی تازه شورشیان آماده باشند. آقای پروشنکو گفته است که این واحدها از ماریوپول، بریدیانسک، خارکیف و شمال منطقه لوهانسک حفاظت خواهند کرد. او پس از نشست اضطراری کابینه امنیتی صحبت میکرد. این نشست در پی انتخابات در ناحیه تحت کنترل شورشیان در دونسک و لوهانسک برگزار شد. او گفته است که هنوز با فرایند جاری صلح متحد است، اما پیشنهاد کرد که یک جزء مهم از طرح صلح ملغا شود. آقای پروشنکو که از انتخابات در مناطق شورشی خشمگین است، پیشنهاد لغو قانونی که برای مناطق دونسک و لوهانسک موقعیت ویژه قائل می شود را داده است. روز سه‌شنبه در هر دو منطقه مراسم برای ادای سوگند رهبران هوادار روسیه که یکشنبه انتخاب شده بودند برگزار شد. کیف و غرب این انتخابات را غیر قانونی خواندند، اما روسیه از آن حمایت کرده است. رانندگان قطار آلمان امروز اعتصاب سراسری 4 روزه خود را آغاز کردند که طولانی ترین اعتصاب در شبکه حمل و نقل ریلی بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد بود. اتحادیه رانندگان قطار آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعتصاب رانندگان قطار شرکت دویچه بان از امروز آغاز می شود. و گفته این اتحادیه، نخست قطارهای باربری اعتصاب خود را از ساعت 3 عصر روز چهارشنبه به وقت آلمان آغاز می کنند و قطارهای مسافربری نیز از ساعت 2 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی به اعتصاب می پیوندند. هر دو اعتصاب ساعت 4 صبح روز دوشنبه به پایان می رسد. این اتحادیه پیشتر هشدار داده بود اگر به خواستهای آنان عمل نشود، اعضای اتحادیه 91 ساعت اعتصاب خواهند کرد. این اتحادیه خواستار افزایش 5% حقوق 20,000 راننده قطار و کاهش 2 ساعت کار در هفته است. و اما در ورزش، دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری 8 دیدار در سراسر قاره اروپا برگزار شد و در نتیجه این دیدارها 3 تیم صعودشان را به مرحله حذفی قطعی کردند. یوونتوس در تورین به مسافه تیم اولمپیاکس رفت و با نتیجه 3-2 صاحب برتری شد تا انتقام بازی رفت را گرفته باشد. اتلتیکو مادرید در سوئد به مسافه مالمو رفت و با 3 گل به برتری رسید. رئال مادرید در خانه به دیدار لیورپول رفت و موفق شد با 1 گل صاحب برتری شود. در دیگر دیدار این گروه، 2 تیم بازل و لودوگراس در سوئیس به مسافه هم رفتند که تیم سوئیس با 4 گل لودوگراس را شکست داد. این بود مجموعه خبر این ساعت. سپاس از همراهی شما. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.